این نفران با نگرانی از وضع خویشاوندانشان به نزد بیمارخانه سرایتی شهر دوشنبه آمدند. پیوندان آنها با نشانهای سرایت به کرونا ویروس به اینجا آورده شدند. کسی را به داخل راه نمی دهند. تاو که دوش یکم ساعت که بردیم گفتن که تاو دو را همونجا قبول میکنند. برام خواهم جواب. قبول کرده نخیر؟ حالا در دوشنبه اساساً بیمارخانه سرایت کارانتین است. حالا شخصان گرفتار با کووید 19 و التهاب شش در بیمارخانه سرایتی و شفاخانه معروف به یکم سوویتسکی بیستری هستند. در دیگر بیمارخانه های دوشنبه به مانند قریه بالا بیمار را تنها تشخیص کامپیوتری می کنند. در صورت آشکار شدن نشانه های کووید 19 بیمار را به بیمارخانه کسلی های سرایتی یا شفاخانه یکم سوویتسکی می فرستند. وزارت تندرستی تاجیکستان تا حال نگفته است که در پی خروج دوباره کووید 19 در کشور چند نفر به این بیماری مبتلا شدند. در بیمارخانه های دوشنبه گفتند که معلومات ها را به وزارت فرستادند و شام امروز خبری رسمی پخش می شود. در چنین حالت نامعینی برخی پزشکان از آن نگرانند که به توجه ساکنان می تواند وضعیت را بدتر کند. مردم ما مدنیت بلند طبی قریب که ندارند یا داشته باشند کمی از آنها دارند. 80% زیادتر به همان چیزهایی که هر روز دکترها میگویند طریق وسایل عموم اعلان کرده میشن اونها رعایت نمیکنند. نه همشون با نقاب میگردند یا اینکه در بازارها یا خدا نکند اگر اون کسی نزدیک شما فوت کند در جنازه ها. مشاهده ما در خیابان های دوشنبه نشان داد که نه همه ساکنان نقاب طبی دارند. ماسک دارم که سم نواید خونه برو مدیم در خونه دارم فراموش کرده ویروس ای پگه نصیب باشه میکنیم احتیاط کردن در کار کو ای کسل هر کی کند خودش به میکند احتیاط کند همه کند همین کسلو نمیشد زیاد. وقت برای این نفران در انتظار خبر از پیوندانشان آهسته می گذرد. برخی آنها از تکرار وضعیت سال گذشته ترس دارند. مولا رجب یوسف شعلای عبدالله، آزادی دوشنبه.